وطنان مسیحی حامیان مسیحی مقاومت ایران سال روز میلاد عیسی مسیح و فرارسیدن سال نو میلادی بر همه شما مبارک باد پیام مسیح برای بشریت در زنجیر بشارت نجات و آزادی است پس درود خدا و سلام ما به مریم عذرا که با ایمانی سترگ در رنج و تنهایی بار امانت را به دوش کشید را به جان خرید و حامل هدیه مبارک برای بشریت شد مسیح پا به این جهان نهاد تا از ستم و سرکوب و نابرابری به عدالت و از جهل و تاریک اندیشی به حقیقت رهنمونش سازد مسیح آمد تا بساط فریسیان ریاکار و دین فروش را که به نام خدا ستم می برچینند مسیح آمد تا زنان رانده شده و تحت ستم را رها کند و پناه دهد پیامبری از میان ماهیگیران و بردگان جلیله که پیامش این بود آخری ها باید اول شوند هنگامی که از ناصره به بیت الله یا کفرناحوم و اردن و بیت المقدس می رفت مردگان را زنده می کرد کورها و لالها را شفا می بخشید و جهان بشری را به زیستن و دیدن و شنیدنی بر اساس ذات انسانیشان فرا میخواند و فراتر از آن دلهای سنگ شده را نرم میکرد کرد، ها را از زبان و قلب ها میگشود و دیوارهای جدایی و بیگانگی را از میان مردم برمی داشت مسیح گفت خداوند مرا فرستاد تا سرکوب شدگان را آزاد سازم و ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من آیید من به شما آرامش خواهم داد این ترنم امید و نجات و یگانگی بود که خاور میانه آن روزگار و سپس جهانی را منقلب کرد پیامی که بیش از دو هزار سال است در ورای همه تحریف ها و سرکوب ها نسل های بشری را به صلح و عدالت و رهایی فرا میخواند و در پرتو آن تاریخ ملت ها از جمله ملت بزرگ ایران سرشار از ارزش های انسانی با روح همزیستی و همبستگی میان مسیحیان و مسلمانان و پیروان سایر مذاهب و ادیان است پس ننگ ابدی بر خمینی و خامنه ای و رژیم شریران دین فروشی باد که نقاب اسلام به چهره زده اند اما شقیترین دشمنان مسیح و محمد هستند آنهایی که به نام دین در ایران به چشم زنان اسید میپاشند و جوانان را به دار میکشند کشند مسیحی را زندانی و ابتدایی ترین حقوقشان را نقض می کنند تشخیمانی که به خاطر اعتقادات مذهبی و به خصوص پیروی از پیام های واقعی محمد و مسیح علیه السلام اعدام و شکنجه می کنند و بدترین تبعیض و شقاوت را روا می دارند. استبداد دینی خوناشامی برپا کرده که کانون بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام و پدرخوانده همه شریران است که امروز در خاور میانه و به خصوص در عراق و سوریه اسیران و گروگانهای های بیگناه را میکشند و پیروان مسیح و سایر دیگر را به کوچ اجباری و آوارگی میکشانند اما این صدای مسیح علیه السلام است که بر سر همین دین فروشان فریاد میکشید که وای بر شما که میکوشید خود را دیندار جلوه دهید ولی در زیر آن عبای مقدستان دلهایی دارید پر از ریاکاری و گناه وای به حال شما که مهمترین احکام خدا یعنی نیکویی گذشت و صداقت را فراموش کرده اید ای اساکش های کور که پشه را از صافی می ولی شطور را می بلید. آنجا هم که به پیام حقیقی اسلام برمیگردد آخوندهای حاکم بر ایران و بنیادگرایانی که با پیروی مستقیم یا غیر مستقیم از آنها جان و زندگی و حیثیت و آسایش ملت های این منطقه را در هم میکوبند بنا به آیات قرآن سخت ترین دشمنان خدا هستند و هو علت الخصام آنچه ملت های ما در سراسر سر منطقه میخواهند زندگی در صلح و آشتی با خواهران و برادران مسیحی و تمام هموطنانشان از هر دین و مذهب و عقیده است پس این کارزار خون و جنون با رنج عظیمی که به مردم این منطقه تحمیل کرده در برابر اراده آزادی ستان و روح بردبار و صلحجوی مردم ما نخواهد پایید سرزمین ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و سرزمین هاجر و آسیه و مریم و خدیجه و فاطمه از اشغال سنگدلان و بنیادگرایان و از همه مسائبی که آخوندهای حاکم بر ایران بانی آن بودو هستند رها خواهد شد همچنان که رهبر مقاومت مسعود گفته است اسلام مسیحیت و یهودیت از یکدیگر جدا نیستند ما مسیح را نیز پیامبر خود میدانیم و راه موسی را از محمد جدا نمی کنیم قرآن می گوید که میان پیامبران ما تفاوتی نیست و برای خدا دین واحد است و جدایی ناپذیر است و مذهب من به عنوان یک مجاهد خلق به صلح و آزادی و ترقی فرمان میدهد پس باز هم صدای گرم ای سبن مریم را از فراز کوهی در جلیل میشنویم که به دنیا باز آمده ام و زندگی از سر گرفتم تا جاودانه در کنار شما باشم لحظه ای تردید نکنید که همواره با شما خواهم بود در این روز یک بار دیگر با استعانت از مسیح علیه السلام و مریم عذرا علیه السلام برای همه مردم جهان سالی سرشار از صلح آزادی و بردباری و سازندگی آرزو می کنم و پیروزی جنبش مقاومت مردم ایران بر بنیادگرایان صفاک حاکم را از خدای بزرگ مسئلت دارم در این روز همچنین به یاد میلیون ها پناهنده و آواره به خصوص زنان و کودکان در سوریه، عراق، فلسطین و همه نقاط جهان هستم و برای نجاتشان از این شرایط سخت دعا می کنم سال گذشته باز هم بسیاری مسیحیان در سراسر سر جهان از جمله رهبران بزرگوار کلیساها به یاری مجاهدان آزادی برخواستند حمایت و محبت آنها انفاس قدسی مسیح را برای ما در ارمقان می آورد با تقدیر از آنها همه مسیحیان جهان را به یاری و حمایت از مجاهدان آزادی در لیبرتی و همچنین زندانیان سیاسی در سراسر سر ایران و حمایت از مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه فرا می خوانم. سال نو میلادی را که تا چند روز دیگر فرا می رسد با آرزوی پیروزی آزادی و صلح در ایران در خاور میانه و در تمام جهان به همگان تهنیت میگویم سلام بر عیسی مسیح و سلام بر مریم عذرا.